beats and patterns with a broken sound. I'm so sorry. رفقا سلام، خوش اومدید به یه خلاصه فیلم جذاب دیگه. امروز اومدیم یه فیلم از مجموعه های افتر به نام افتر ریفال مفصول سال 2021 رو بهتون معرفی کنیم. هشدار اسپویلر رو هم بدیم و بریم که شروع بکنیم. فیلم با یه فلشبک شروع میشه. مامان تسا با یه توباسنی ریچارد رو از خونه پرت میکنه بیرون، چون ریچارد میرفته اشفحال و همش مسموم کرده. آخرش هم از کارش اخراج شده بود و دیگه نمیتونست خرج زن و بچه رو بده. تسو زارزنان نمیخواسته بذاره باباش بره، اما باباش محل فگش هم میگذاره و میره. تو زمان حال که تسا به یه دافت اسمی تبدیل شده بود، با دوست پسر جذابش هاردن، ریچارد رو از تو خیابون پیدا میکنه و ورش میدارن میارن خونش. ریچارد خرزوق از دیدن دخترش سر میز شام به دخترش میگه: دخترم از هر انگشتت یه هنر میباره، آشپزی تو که حرف نداره، عین ننه خیر ندیدت. هرچی زنگ زدم برات کادو فرستادم، ننت برداشته برا خودش، نداده به تو. بعدم تسا میگه ننه خیر ندیدم تا حالا راجع به اینا به هم نگفته بود. از اون طرف هاردن از اینکه بابای دوست دخترش اومده خونشون رو دیگه نمیتونه تسا رو بزنه زمین خیلی ناراحته و علکی میگه من به ریچارد اعتماد ندارم. تسا هم برش میداره میبرتش اتاق، بهش میگه عزیزم یکم صبر داشته باش، بالاخره یه روزی میره از خونمون. اما هاردن میگه نه، این کنگر خورده و لنگر انداخته، قرار نیست حالا حالا بره. هاردن میاد تنهایی با ریچارد صحبت کنه و بهش یکم پول میده تا بره برا خودش یکم کنگر بخره. اما ریچارد با اعتماد به نفس کاذب میگه پولتو بذار تو جیب جوون، لازمت میشه، ما فقط اومدم دختره یکی دونمو ببینم. تسا با برادر ناتنی هاردن لندن میره پارک برای تا بازی که خسته میشن و میشینن برای صحبت. از تسا میپرسه برنامه واسه آینده چیه؟ میمونی یا میری سیاتل؟ که هاردن میرسه و یواشکی حرفشون رو میشنوه. یهو قاطی میکنه میگه چرا اول به من نگفتی؟ اومدی به داداش ناتنی میگی؟ لندن هم ناراحت و گرمون پا میشه میره خونش. بعد این هاردن میگه کی میخوای بری؟ تسا میگه یه هفته دیگه از اینجا میرم، تو هم بشین گریه کن، چون معلوم نیست برگردم یا نه، ولی اگه دوستم داری تو هم با هم بیا. هاردن هم میگه من میخواستم برم لندن و تو رو با خودم ببرم بی لیاقت. تسا از بحث خسته میشه، هاردن رو میپیچونه و بهش میگه برو انقدر وقتم رو نگیر، کلاس دارم. هاردن هم برمیگرده خونه و زنگ میزنه به مامانش. بعد میفهمه مامانش هم از قضیه رفتن تسا خبر داره. قاطی میکنه که چرا همه میدونن فقط من این وسط چوبان دارم. شبش با ریچارد میرن کلوب. اتفاقی بارمن عکسای تسا رو میبینه و میگه عجب جیگری جون، جون گفتن همانا و کتک خوردن همانا. هاردن غیرتی میشه و تا میتونه اون بدبخت فنت زده رو کتک میزنه و البته کتک میخوره. بعدش هم زنگ میزنن به تسا و بهش میگن که جنازه این دوتا رو ببر. از اون طرف ریچارد میخواد خونه رو ترک کنه و هاردن رو راحت کنه از دست خودش. تسا تعارف میکنه بمون، ولی اون دیگه تصمیمش رو گرفته. شماره تسا رو میگیره و میره دنبال زندگیش. همی که ریچارد میره، تسا و هاردن شروع میکنن به دعوا کردن. یکی این بگو، یکی اون بگو. آخرم قهر میکنن. تسا هاردن رو پشمشم حساب نمیکنه. لباس خوشگلاش رو میپوشه، میره انتشارات ونس پیش دوستش کیمبرلی. اونم ازش میخواد وقتی رفت سیاتل بیاد پیش اون زندگی کنه. موقع حرف زدن میفهمه هاردن اسکول یه پیشنهاد کار توی سیاتل رو رد کرده. تسا هم قاطی میکنه و میره دنبال هاردن تا اونو با ساتور به تیکه های مساوی تقسیم کنه. بعد هاردن چشماشو چپ میکنه و میگه تو که به من هیچی نمیگی، از کجا میدونستم میخوای بری اونجا؟ وگرنه قبول میکردم. حالا آروم ساتورتو بذار کنار عزیزم. بعدن تصمیم میگیرن واسه بهتر شدن رابطهشون یکم برن تفریح. آخر هفته رو با نامادری و داداشش و باباش میرن خونه کنار دریاچه‌شون. خیلی هم بهشون خوش میگذره. تسا هم هی راجبه آیندهش با لندن حرف میزده. لندن هم تشویقش میکنه که دنبال رویاهاش بره. هاردن هم اگه خیلی دوستش داشته باشه به جای اینکه سنگ بشه جلو پاش بهش کمک میکنه تا پیشرفت کنه. شب شمگی با هم برای شام میرن به یه رستوران خفن
که یهو تسا میبینه هاردن داره با یه دختر لاس میزنه. تسا هم غیرتی میشه و میپرسه این دختر زشت کیه؟ هاردن هم میگه برو بشین سر جا، برن میام. تسا هم میره میشینه. یه گارسون خوشتیپ میاد سفارش ها رو بگیره. چشمش تسا رو میگیره و یکم چشم و ابرو میاد براش. ولی هاردن زود خودش رو میرسونه تا نظر مخ دوست دخترش رو بزنن. بعد رستوران دوتایی میرن تو استست ریلکس کنن که هاردن میپرسه به خاطر تراور میخوای بری سیاتل؟ اونو دوست داری یا نه؟ تسا میگه قبلا دوستش داشتم، که بازم هاردن غیرتی میشه و فهم میکنه میره بیرون. تسا به زن میزنه ببینه کجاست که میگه با لیلیان بیرونه. اونم حسودیش میشه و میزنه بیرون که وسط راه رابرت رو میبینه و با هم میرن داخل هتل که میبینن لیلیان و هاردن هم اونجا هستن. همونجور که حرف میزدن تسا میفهمه لیلیان همجنسگرایه و خودش یه دختر دیگر رو میزنه زمین. همه میرن و تسا و رابرت میمونن. رابرت که میبینه فرصت خوبی گیرش اومده شمارش رو میده به تسا و میگه حتما به هیز زنگ بزنه. فرمش میبینه هاردن غیرتی داره و سرش جمع میکنه بره چون شماره رابرت رو پیدا کرده. اما تسا میگه به جون خودم فقط یه دوست عادیه. هاردن هم بیشتر غیرتی میشه و حرفای تسا رو به پشمش میگیره و وسایلش رو جمع میکنه و میره. توی شهر هاردن وینس رو میبینه. وینس بهش میگه برای شغلی که تسا قراره به دستش بیاره پارتی بازی نکرده و تسای داف خودش باعث داده. هاردن بر میگرده خونه میبینه تسا رفته ولی دفتر خاطراتش رو جا گذاشته. یکم فضولیش گل میکنه و میشینه خاطرات تسا رو میخونه. میفهمه که چقدر تسا از دستش کفری بوده. اون طرف تسا خوش خورم توی سیاتل یه زندگی جدید رو شروع کرده. ولی آخر طاقت نمیاره و زنگ میزنه به هاردن که صدای یه دختری دیگر رو میشنوه. با خودش میگه دل غافل، همین که رفتم یکی دیگر رو جام آورد. یکم بعدش هاردن خودش زنگ میزنه و میگه اومدم بوکس کار کنم تا بازوهام یکم بزنه بیرون. اونم مربیم بود جواب داد. بعدشون با همدیگه آشتی میکنن. شب تسا و کیمبرلی و وینس دور هم میشینن و گل بگو و گل بشنو که کیمبرلی میگه چند ماه دیگه یه نینی داره. تو همیده این هاردن خواب میبینه تسا داره با رابرت خوشتیپ بهش خیانت میکنه. بیدار میشه و دیگه تحمل نمیکنه. جمع میکنه میره سیاتل پیش تسا تا ببینه اونجا چه خبره و دفتر خاطراتش رو هم پس بده. بعدش با هم بوجی موجی میکنن که یهو هاردن یاد خوابش میفته و با خودش فکر میکنه نکنه لباش دهنی باشن و زود ازش جدا میشه. نصف شب تسا بیدار میشه میبینه هاردن نیست. پامیشه میره دنبالش بگرده که میبینه هاردن داره برا به دست آوردن بازو به سختی تمرین میکنه. تسا میگه این موقع شب چه وقت فرزش کردن آخه؟ هاردن هم میگه خواب دیدم به خاطر یه جست بازو داری با اون رابرت از خدا بیخبر به هم خیانت میکنی. تسا هم میگه بابا من تو رو دوست دارم، رابرت خرکیه. صبحش مامان هاردن زنگ میزنه میگه پسرم پاشو بیا که ننت دوباره عروس شده. هاردن هم میگه عمرن اگه بیام. بعدش بر میگرده خونش. میبینه ریچارد خونین و مالین نشسته کنار توالت چون طلبکاراش یه کتک حسابی مهمونش کردن. هاردن هم مهربونیش گل میکنه و ساعتش رو در میانه میگه بیا اینو بفروش و بزن به لخمای زندگی. همزمان تسا تو سیاتل میره دکتر که ببینه حامله است یا نه، که دکتر میگه نگران نباش، یکم مشکل رحم داری، حالا حالاها حامله نمیشی، برو حالش رو. هاردن میره دیدن باباش. باباش میفهمه هاردن نمیخواد بره عروسی ننش. یکم نصیحتش میکنه و بهش میگه پسرم مایک مرد خوبیه، ننه تو هم دوست داره، بیا برو عروسیشون و اونا را خوشحال کن. هاردن حرفای باباش رو به پشمش میگیره و بر میگرده سیاتل. وینس هم یکم بیشتر نصیحتش میکنه و میگه بیا بابا خوش میگذره دور هم، تازه ننه تو هم توی لباس سفید میبینی. هاردن هم بچه حرف گوش کنی میشه و با تسا میرن عروسی. نصف شب هاردن تشنش میشه و پا میشه بره آشپزخونه آب بخوره که میبینه مامانش و وینس ریختن روی هم و دارن کارای رخت خوابی رو توی آشپزخونه انجام میدن. اونا عصبانی میشه که اینجا من که جای این کاراست مرتی که و حمله میکنه به وینس. در اینکه تسا میاد وسط و جلوی کتککاری رو میگیره. روز بعد مامان هاردن با مایک ازدواج میکنه. انگار نه انگار که شب قبل روی اتفاقایی افتاده. تسا میشینه با کیمبرلی به حرف زدن. کیمبرلی میگه که از خیانت وینس خبر داره ولی چون دوستش داره حرفی نمیزنه. بعدش هم میگه که وینس بابای هاردنه. تو همین لحظات وینس و هاردن تو بار همون میبینن و هاردن به وینس میگه آشپزخونه جای این کارا نیست، آدم باشی. وسط نصیحت
ونس میگه تو پسر خودمی، ننتو هم خیلی دوست دارم. آردن هم شوکه میشه و از بار میزنه بیرون. میدوه دنبال تسا تا پیداش کنه و وسط خیابون جلوی ملت موسش کنه و فیلم همینجا تمام میشه. رفقا فیلم کامل رو میتونید از کانال تلگراممون که لینکش همین پایین میاد هم توی دیسکریپشنه دانلود کنید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودید. لطفا لایک و سابسکرایب کنید. دفعه بعد با یه فیلم جذاب دیگه میبینمتون.